اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید شکست پایدار داعش در عراق و سوریه به تلاش جهانی نیاز دارد و ضروری است که متحدان ائتلاف بین المللی علیه این گروه و همینطور دیگران هم سهم بیشتری در مبارزه با داعش بر عهده بگیرند. شهلا آراسته گزارش میده. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای آمریکا در پایگاه فورت کمبل در ایالت کنتاکی استراتژی پنتاگون برای بازپسگیری شهرهای موسل در عراق و رقه در سوریه را تشریح کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت حملات تروریستی پاریس و کالیفرنیا بر عملیات نظامی آمریکا برای بازپسگیری موسل و رقه و مواضع قدرت داعش تاثیر گذارده است. از آن تاریخ حرکت ما سرعت گرفته و ما اکنون بیشتر از هر زمان دیگری داعش را در جبهه‌های بیشتری در عراق و سوریه تحت فشار گذاشته ایم. این فشار مؤثر بوده و فرصت‌های بیشتری را نیز برای تسریع عملیات در آینده فراهم کرده است. آقای کارتر در سخنان خود افزود شکست قطعی و پایدار داعش مشروط به یک تلاش جهانی است، زیرا این گروه تروریستی یک تهدید جهانی است. داعش یک غده سرطانی است و کمپین نظامی آمریکا برای نابودی آن بر سه هدف نظامی تمرکز دارد. نخست نابودی هسته‌های مرکزی داعش در عراق و سوریه با سرنگونی مراکز قدرت این گروه در موسل و رقه. دوم پیکار با گسترش این غده سرطانی در سراسر جهان و سوم حفاظت از مردم و خاک کشور ما. وزیر دفاع آمریکا افزود بسیاری از کشورها همکنون به عملیات نظامی علیه داعش کمک می کنند، ولی بسیاری می توانند سهم بیشتری ادا کنند. این کمک ها می تواند شامل تسریع تلاش های آنها برای قطع شبکه هایی است که جریان انتقال جنگجویان و امکانات را برای داعش فراهم می کنند و از فرصت ها برای جنگ با داعش پیش از آن که به تهدید جدی تری بدل شود بهره گیری کنند. به ویژه نقش کشورهای با اکثریت مسلمان در بی‌اعتبار ساختن ادعای داعش که بی‌رحمی‌های خود را با مذهب و ایدئولوژی توجیه می‌کند. اشتون کارتر که هفته آینده برای ملاقات با وزرای دفاع فرانسه، بریتانیا، هلند، استرالیا، آلمان و ایتالیا عازم پاریس است، افزود هر یک از این کشورها سهم قابل توجهی در نابودی داعش دارند و پیکار باید شامل بهره‌گیری از توانایی‌های این کشورها باشد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.